رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در سفر به کوبا نگرانی آمریکا از نقض حقوق بشر در این کشور را با مقام‌های کوبایی مطرح کند. کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما در این سفر ضمن ملاقات با مقام‌های کوبا با ناراضیان و جوامع مدنی آن کشور نیز دیدار می‌کند. آقای اوباما به ویژه به موضوع کسانی خواهد پرداخت که به خاطر ابراز عقایدشان اذیت و سپس زندانی شدند. اثر رحمانی گزارش می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 14 ماه پس از دستور خود دایر بر احیای روابط دیپلماتیک با کوبا و حدود 6 ماه پس از گفتگو با رائول کاسترو رئیس جمهوری آن کشور که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت، این بار با وی در خاک کوبا ملاقات خواهد کرد. بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی پرزیدنت اوباما برای ارتباطات راهبردی میگوید سفر پرزیدنت اوباما فرصت خوبی خواهد بود که او در گفتگو با مقام‌ها، ناراضیان و مردم کوبا بر پاسداری از ارزش‌های جهان شمول و نگرانی از بازداشت و آزار و اذیت ناراضیان تاکید کند. نرفتن به کوبا و منزوی ساختن آن کشور به پیشبرد ارزش‌های انسانی کمک نخواهد کرد. با سفر پرزیدنت اوباما ما در موقعیت بهتری برای پشتیبانی از حقوق بشر خواهیم بود و بهتر می توانیم در تعامل با مردم کوبا خواستار زندگی بهتر برای آنها شویم و این مسائل را مطرح کنیم. اما برخی از مخالفان رژیم کوبا سفر آقای اوباما را اهانت به مردم کوبا تلقی می کنند. برخی از موافقان سفر پرزیدنت اوباما به کوبا از سوی دیگر میگویند عادی سازی روابط با کوبا و تعامل با مردم کوبا به نفع اهداف آنها در پیشبرد حقوق بشر در آن کشور است. یکی از ساکنان هاوانا میگوید پرزیدنت اوباما باید به کوبا سفر کند تا از نزدیک زندگی رنجاور مردم کوبا را ببیند. او باید اساسا از مناطق فقیرنشین دیدن کند. او را به اینجا بیاورید تا ببیند ما چگونه زندگی میکنیم. برخی از مردم کوبا در این حال به سفر پرزیدنت اوباما به کوبا به دیده تردید می نگرند. سفر اوباما هم مثل سفر پاپ است. با سفر اوباما هیچ چیزی تغییر نمی کند. مارسلا گونچالوس، مدیر برنامه دفاع از حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل می گوید سفر آقای اوباما به کوبا باید مسیر برای گفتگو و بازدید سازمان ملل و سازمان های حقوق بشر به کوبا را باز کند. باید تغییراتی به وجود آید که به مردم اجازه دهد ناراضی باشند و عقاید خودشان را داشته باشند و این عقاید را ابراز کنند. بن رودز روز گذشته همچنین بر دسترسی مردم کوبا به اینترنت که فضای ارتباط آنها با جهان بیرون را میسر می کند تاکید کرد. سل رحمانی، صدای آمریکا.